برادران کارامازوف نوشته فئودور داستایوفسکی جلد دوم کتاب یازدهم برادر ایوان فئودورویچ خانش دیبا رستگار فصل ششم عنوان نخستین گفتگو با اسمردیاکوف این سومین بار بود که ایوان از زمان بازگشت از مسکو به دیدن اسمیلیاکوف می رفت. نخستین باری که پس از فاجعه به سراغش رفته و با او حرف زده بود روز اول رسیدنش بود. پس از آن دو هفته بعد بار دیگر به دیدن او رفته بود. اما دیدارهایش به همین جا ختم شده بود و در نتیجه حالا بیش از یک ماه بود که او را ندیده بود. خبری هم از او به گوشش نرسیده بود. ایوان فودورویچ پنج روز پس از مرگ پدرش بازگشته بود و به همین سبب در مراسم خاکسپاری که یک روز پیش از بازگشتش انجام شد حضور نداشت سبب تأخیرش این بود که آلیوشا آدرسش را نمیدانست مجبور بود به کاترینا ایوانا مراجعه کند تا به او تلگرام بزند و او هم که آدرسش را نمیدانست با این حساب که ایوان فئودورویچ به محض رسیدن به موسکو به دیدن خواهر و خاله او میرود به آنان تلگراف زد اما ایوان تا چهار روز پس از رسیدن نزد آنها نرفت گفتن ندارد تلگراف به دستش که رسید چهار نل آزم شهر ما شد نخستین کسی که به دیدارش رفت آلیوشا بود و ایوان در کمال تعجب دریافت که او برخلاف افکار عمومی میتیا را از هر گونه تهمت بری میداند و با سراحت میگوید که اسمردیاکوف قاتل است بعدها پس از دیدن رئیس شهربانی و دادستان و شنیدن جزئیات اتهام و دستگیری بیش از پیش از آلیوشا تعجب کرد و اش را به احساس و همدلی برادرانه و مبالغ آمیز او به میتیا نسبت داد چون آلیوشا به او همانطور که ایوان میدانست علاقه وافر داشت راستی بگذارید یکی دو کلمه از احساس ایوان به برادرش دیمیتری فئودورویچ بگوییم اصلا از او بدش میآمد فوقش گاهی نسبت به او احساس دلسوزی می کرد که آن هم با نفرت شدید و کم و بیش با اشم آز آمیخته بود. تمام منش میتیا حتی قیافهش برای او فوق زننده بود. ایوان عشق کاترینا ایوانا را به برادرش به دیده خشم نگاه میکرد. با این همه روز اول بازگشتش به دیدن میتیا رفت و این ملاقات نه تنها باور ایوان را به جرم او متزلزل نکرد بلکه آن را صد در صد مستحکم ساخت. برادرش را در حالت هیجان عصبی یافت. میتیا پرگویی کرده بود اما گفتارش نامر بود و حواسش بسیار پریشان بود. سخن به درشتی می گفت. کوف را متهم میکرد و حسابی قاطی می کرد. مدار صحبتش سه روبل بود که می گفت پدرش آن را از او دزدیده. مرتب تکرار میکرد آن پول مال من بود. مال من بود پول من بود حتی اگر آن را دزدیده بودم محق بودم درباره شهادت هایی که به زیان او داده بودند چون و چرا نمی کرد. تازه اگر میخواست واقعیتی را به نفع خود برگرداند باطل و نامر بود شد. چنین می نمود که میل ندارد در برابر ایوان یا کس دیگری از خودش دفاع کند. کاملا برعکس از اتهامات وارده خشمگین و منزجر بود دم به دم آتشی میشد و همگی را دشنام میداد. به شهادت گریگوری درباره در باز به گونه تحقیرآمیز میخندید و می گفت شیطان بود که آن در را باز کرد. اما نمی توانست توضیح روشنی درباره این واقعیت به دست بدهد. حتی موفق شد که طی نخستین دیدارشان به ایوان فودورویچ بد بگوید و با تندی به او بگوید به کسانی که اعلام می کنند همه چیز مجاز است نیامده به او زنین شود و استنتاقش کنند روی هم رفته روی رفتارش با ایوان فئودورویچ میشد هر اسمی جز دوستانه گذاشت بلافاصله پس از این دیدار با میتیا بود که ایوان فئودورویچ به دیدن اسمردیاکوف رفت توی قطار در راه بازگشت از مسکو مرتب به اسمردیاکوف و آخرین گفتگویش با او در آن غروب پیش از عظیمتش فکر میکرد بسیاری چیزها به نظرش معماآمیز و مزنون میآمد اما هنگامی که به بازرس شهادت میداد فعلا از آن گفتگو چیزی نگفت تا دیدن اسم دیاکوف که آن وقت در بیمارستان بود آن را به تعویق انداخت دکتر هرتس نستیوب و دکتر دیگری به نام وارونسکی که در بیمارستان او را دیده بودند در جواب سوالات مسررانه با اطمینان اظهار داشتند که غشی شدن اسمردیاکوف بدون شبه راستکی بوده و از سؤال او که آیا اسمردیاکوف در روز فاجعه تمارز میکرده یا نه به راستی متعجب شدند به او تفهیم کردند که غشی شدن آن شبش استثنایی بوده و قش دوام آورده و چند بار تکرار شده طوری که زندگی شخص بیمار در معرض خطر صد درصد قرار داشته و تنها حالا بود که پس از مداواهای فراوان می توانستند با اطمینان بگویند که بیمار زنده میماند. دکتر افسود هرچند که بسیار محتمل است که عقلش مدتی اگر نه برای همیشه دچار اختلال شود. در پاسخ به پرسش بی سبرانه ایوان فودورویچ که آیا منظور این است که او حالا دیوانه است؟ گفتند که دیوانگی به مفهوم کلی کلمه هنوز مطرح نیست. منتها ناهنجاری های چندی پیداست. ایوان فودورویچ بران شد که برای خودش علت آن ناهنجاری ها را کشف کند. در بیمارستان درجا اجازه دادند که بیمار را ببیند. اسمیلیاکوف در بخشی جداگانه روی تخت خوابی باریک دراز کشیده بود. تخت دیگری در آن اتاق بود که یکی از تجار شهر براماسیده از نارسایی قلبی روی آن دراز کشیده و پیدا بود که در حال مردن است. او نمی‌توانست مانع گفتگوی آنان بشود. اسمردیاکوف با دیدن ایوان فئودورویچ نیشش به خنده این ناباوران باز شد و در لحظه اول عصبی نمود. دست کم ایوان چنین خیال کرد. بجز این تا آخر قیافه اسمردیاکوف نظرش را جلب کرد. از همان نگاه اول تردیدی برای ایوان بر جای نماند که سخت ناخوش است. بسیار ناتوان بود. آهسته صحبت می کرد و به نظر می آمد زبانش را به دشواری در دهان می گرداند. لاغرتر و زردتر از پیش شده بود. از اول تا آخر گفتگو که بیست دقیقه به درازا کشید مرتب از سردرد و درد مفاصل شکایت داشت. صورت ریز و خاجوارش ریزتر می نمود موهایش آشفته بود و به جای کاکل فرفری بافه نازکی از مو قرار داشت. اما در چشم چپ که لود شده و انگار چیزی را به تلویح می گفت اسم دیاکوف خود را تغییر نیافته نشان می داد. گفتگو با آدم هوشمند همیشه ارزشمند است. ایوان آنن به یاد این گفت افتاد. کنار پای او روی یک اصلی نشست. دیاکوف با تلاشی دردناک توی تخت خواب جابجا جا شد اما نخستین کسی نبود که لب به سخن باز کرد ایوان فودورویچ پرسید می با من حرف بزنی خیلی خستت نمی کنم دیاکوف با صدای ضعیف منمن کرد حتما و چنان که گویی به مهمانی عصبی دل میدهد به لحنی التفات آمیز گفت حضرت عالی خیلی وقت است که برگشته اید همین امروز رسیدم تا ببینم اینجا توی چه گندی افتاده اید. اسم آه کشید. از زبان ایوان فئودورویچ در رفت که چرا آه میکشی؟ تو که همش از آن خبر داشتی؟ اسمردیاکوف با قیافه عبوس مدتی ساکت ماند قربان مگر میشد خبر نداشته باشم پیشا پیش روشن بود اما از کجا می دانستم سر از اینجا در بیاورد چه چیزی؟ تفره نرو پیشبینی کرده بودی که دوچار غش می شوی سر راحت به انبار اسم همان جا را بردی اسم دیاکوف با خیشتنداری پرسید هنوز که در بازجویی این را نگفته ای ایوان فودورویچ ناگهان احساس خشم کرد نه هنوز نگفتم اما حتما خواهم گفت حضرت آقا باید یک عالم توضیح به من بدهی و بگذار بگویمت که اجازه نمیدهم با من بازی کنی. اسمردیاکوف با همان حالت خیشتنداری منتها با بستن یک لحظه ای چشمهایش گفت قربان در جایی که به شما همان گونه که به خدای متعال توکل کرده چرا باید با شما بازی کنم؟ ایوان فودورویچ درآمد که اولا میدانم که عوارز غش را نمیتوان پیش بینی کرد پرسجو کردم نخواه که به من بقبولانی نمی شود روز و ساعتش را پیش بینی کرد چطور شد که روز و ساعتش را پیشا پیش به من گفتی همینطور هم درباره انبار اگر تمارز نمی کردی از کجا می گفتی غش می کنی و از پله های انبار پایین می افتی؟ اسم دیاکوف از روی عمد به لحن کشدار گفت قربان به هر صورت مجبور بودم که در روز چند بار به انبار بروم قربان سال پیش هم به همان صورت از اتاق زیر شیروانی پایین افتادم این کاملا که درست نمی شود روز و ساعت غشی شدن را پیش بینی کرد اما همیشه به دل آدم برات می شود اما تو روز و ساعتش را پیش بینی کردی قربان درباره قش من خیلی بهتر می بود که از دکترای اینجا پرسجو می کردید. می توانید از آنها بپرسید راست سکه بود یا قلابی. فایده ای ندارد که بیش از این درباره اش بگویم. انبار چه؟ از کجا درباره انبار پیشاپیش خبر داشتی؟ انگار نمی توانید موضوع انبار را در ذهنتان حل کنید. در همان حال که به انبار می رفتم وحشت و تردید بزرگی داشتم. آنچه بیش از همه حراسانم می کرد از دست دادن شما و بیدفا ماندنم بود. این بود که هنگام رفتن به انبار با خودم می گفتم اگر بیفتم همین حالا دچار قش می شوم و قربان به خاطر همین ترس بود که ناگهان تشنجی را که همیشه می آید احساس کردم و این بود که با سر پایین افتادم تمام اینو تمام گفتگوی قبلی من با شما دم در یعنی عصر روز قبل که به شما گفتم چقدر حراس دارم و از انبار گفتم و همه را به دکتر هرسنتسیوب و نیکولای پارفونوویچ بازپرس گفتم همش در استشهادی قید شده است و دکتر بیمارستان آقای واراینسکی تصدیق کرد که فکر آن یعنی نگرانی هم مبنی بر اینکه شاید بیفتم سبب آرزه قش شده درست همان وقت بود که قش و چارم شد آن را نوشتند یعنی اینکه حتما همون طور آرز شده از ترس قربان اسمردیاکوف گفتهاش را تمام کرد چنان نفس عمیقی کشید که انگار از رمق افتاده است ایوان فودورویچ که تا اندازه جا خورده بود گفت پس در اظهاراتت این را گفته ای؟ قصد کرده بود که با تکرار گفتگویشان او را بترساند و معلوم شد که اسم دیاکوف خودش همه چیز را گزارش داده است. اسم دیاکوف قاطعانه گفت ترسم از چه بود؟ بگذار تمام حقیقت را بنویسند و کلمه به کلمه گفتگوی من را دم در به آنها گفته ای؟ نه خیر یعنی کلمه به کلمه اش را نگفتم قربان به آنها گفتی که می توانی خودت را به غش بزنی همانطور که آن وقت لافش را میزدی نخیر نه خیر این را هم به آنها نگفتم قربان حالا بگو ببینم چرا مرا به چرماشنیا فرستادی؟ ترسم از این بود که به مسکو بروید چرماشنیا به هر صورت نزدیکتر از قربان دروغ میگویی خودت پیشنهاد رفتن مرا کردی به من گفتی از سر راه بدبختی کنار بروم فقط از روی محبت و فداکاری مخلصانم بود قربان که با پیش بینی کردن گرفتاری در خانه شما را در امان بدارم منتها میخواستم خودم را حتی بیشتر از شما در امان بدارم قربان برای همین بود که به شما گفتم از سر راه بدبختی کنار بروید و متوجه بشوید که در خانه گرفتاری پیش می آید و برای محافظت از جان پدرتان در خانه می مانید. ایوان فیودورویچ ناگهان از سر خشم گفت کل خر باید سریحتر می گفتی؟ قربان در آن وقت چطور می توانستم سریحتر بگویم؟ ترسم بود که مرا به حرف آورد شما هم امکان داشت عصبانی بشوید باز هم امکان داشت نگران این موضوع باشم که دیمیتری فیودورویچ قائلی به پاک کند و آن پول را بردارد و با خود ببرد چون آن پول را پول خودش می دانست. منتها کی می دانست که اینطور به قتل ختم می شود؟ به خیالم فقط آن سه هزار روب را با خود می برد که زیر بالش ارباب قرار داشت قربان توی یک پاکت و می بینید که او را به قتل رسانده. قربان شما خودتان هم از کجا می توانستید حدس بزنید؟ ایوان از روی تحمل گفت اما اگر می گویی که نمی شد حدس زد از کجا می توانستم حدس بزنم و در خانه بمانم؟ زد و نقیز می گویی؟ باید از اینجا حدس می زدید که شما را به چرماشنیا فرستادم نه به موسکو. از کجا می توانستم از روی آن حدس بزنم؟ اسمردیاکوف بسیار بیرمق می نمود و باز هم دقیقه سکوت کرد. قربان باید از این واقعیت حدس میزدید که از شما خواستم به مسکو نروید بلکه به چرماشنیا بروید یعنی میخواستم شما در جای نزدیکتری باشید چون تا موسکو راه بسیار زیادی است دیمیتری فودورویچ با دانستن اینکه جای دوری نرفته اید آنچنان جسارتی نمیافت و اگر اتفاقی افتاده بود می آمدید و از من محافظت می کردید چون از بیماری گریگوری واسیلویچ آگاهتان کردم گفتم که میترسم دوچار قش بشوم بعد که آن ضربه ها را برایتان توضیح دادم که به وسیله آنها میشد نزد آن مرحوم رفت و دیمیتری فودورویچ هم از این ضربه ها با خبردار کرده فکر می کردم خودتان حدس می زنید که او حتما کاری می کند بنابراین شما حتی به چرماشنی ها هم نمی روید و می مانید. ایوان فودورویچ با خود گفت او بسیار روشن حرف میزند گو اینکه که منومن می کند پس اختلال مشاعر که دکتر گفت چیست؟ و با صدای بلند در حالی که عصبانی شده بود گفت لعنتی با من با حیله رفتار کرده ای اسمردیاکوف با حالتی معصومان جا خالی داد که اما آن موقع فکر کردم کاملا حد سده اید ایوان فودورویچ باز هم برا شفت و فریاد زد اگر حد زده بودم می ماندم. آخر قربان فکر کردم به دلیل حدس موضوع آنطور با عجله رفتید تا از سر راه بدبختی کنار بروید قربان تا از شدت ترس بگریزند و خودتان را نجات بدهید به خیالت همه مثل خودت بزدلند میبخشید قربان گمان میکردم به من برده اید ایوان با ناراحتی گفت البته باید حدس میزدم و حدس هم زدم که رزالتی در کارت هست و ناگهان موضوع یادش آمد و فریاد زد منتها دروغ میگویی باز هم دروغ میگویی یادت هست از درشک بالا آمدی و به من گفتی گفتگو با آدم هوشمند همیشه ارزشمند است بنابراین از رفتن من خوشحال بودی چون مجیزم را میگفتی گفتی لیاکوف گفت پی در پی آه کشید پریدگی به چهرش آمد و تا اندازه نفس بریده به زبان آورد اگر خوشحال بودم برای این بود که موافقت کردید به جای مسکو به چرماشنیا بروید چون به هر صورت نزدیک تر بود مونتا آن کلمات را به شما گفتم از سر مجزگویی نبود از روی سرزنش بود مونتا متوجه آن نشدید چه سرزنشی؟ که با پیش چنان مصیبتی پدرتان را تنها گذاشتید و از ما محافظت نکردید چون امکان داشت هر لحظه به خاطر دزدیدن آن سه هزار روبل دستگیرم کنند قربان ایوان فودورویچ باز هم در باطن حیرت کرد و سخن از سر گرفت اگر آن وقت به چیزی فکر کردم منحصرا به رزالت تو فکر کردم دیمیتری امکان داشت او را بکشد منتها دیمیتری و دزدی آن وقت باورم نمیشد. اما بعید نمی که تو به هر گونه رضالتی دست بزنی. خودت به من گفتی که می توانی خودت را به غش بزنی. برای چه گفتی؟ از سادگی هم بود. به عمرم هم خودم را به غش نزدم. آن وقت هم لاف زدم. از اون حماقت های محض بود. آن وقت خیلی خاطر شما را میخواستم و پرده پوشی نمی کردم. برادرم صریحا به قتل و دزدی متهمت می کند. اسمیلیاکوف گفت دیگر چه مانده است که بکند با آن شواهد و مدارکی که به زیان او هست چه کسی حرفش را باور می کند گیری گوری واسیلویچ دیده که در باز بوده قربان پس چه می تواند بگوید وقعی به او نگذارید دارد میلرزد که خودش را نجات دهد آهسته از گفتن بازیستاد و ناگهان چنان که گویی از روی تحمل افسود قربان باز هم تعجه بفرمایید میخواهد آن را به گردن من بیندازد و ثابت کند به دست من انجام گرفته این را شنیدم قربان از زیرکیم به تمارز چه بگویم که اگر به راستی نقشه برای پدرتان چیده بودم پیش پیش به شما میگفتم میتوانم خودم را به قش بزنم اگر نقشه چنان قطری را چیده بودم آیا انقدر احمق بودم که پیش پیش به زیان خودم چنان شهادتی بدهم آن هم به پسر او به حق چیزهایی نشنیده اصلا چنین چیزی امکان دارد اگر هم اینطور می بود هیچ وقت چنان چیزی اتفاق نمی افتاد الان گفتگوی ما را کسی نمی شنود جز ذات باری تعالی قربان و اگر بنا میشد شد آن را به دادستان و نیکولای پارفنوویچ بگویید با این کار دفاع کاملی از من به عمل می آوردید چون کسی که پرده پوشی نمی کند چطور دست به چنان جنایتی می زند هر کسی این را متوجه می شود ایوان فودورویچ که تحت تأثیر این استدلال اسم دیاکوف قرار گرفته بود گفت خب و برای کوتاه کردن گفتگو به پا خواست اصلا به تو زنین نیستم و فکر می کنم که زنین شدن به تو مسخره است به عکس از تو سپاسگزارم که خاطرم را آسوده کردی حالا میروم اما باز هم میایم اجالتا خدا حافظ. امیدوارم حالت زود خوب شود چیزی لازم نداری به خاطر همه چیز سپاس گذارم قربان مارتا ایگناتیفنا فراموشم نمی کند و هرچه بخواهم از سر لطف برایم میآورد. آدمهای آدم های مهربان هر روز به یادت هم می آید. چیزی ایوان را واداش که ناگهان بگوید خدا حافظ. اما در مورد اینکه می توانی خودت را به غش بزنی چیزی نخواهم گفت و به تو هم توصیه می کنم که چیزی نگویی متوجه هم قربان اگر از آن چیزی نگویی منم از گفتگوی دم در چیزی نخواهم گفت و آن وقت بود که ایوان فودورویچ بیرون رفت و توی سرسرا ده دوازده قدمی نرفته بود که ناگهان احساس کرد در آخرین کلمات اسمردیاکوف تعریزی نهفته بود کم مانده بود بازگردد اما انگیزه گذرایی بیش نبود و با زمزمه کردن محمل است از بیمارستان بیرون رفت احساس اصلی او احساس آرامش خاطر بود از این واقعیت که مرتکب شونده قتل اسم دیاکوف نبوده بلکه میتیا بوده هرچند که از او انتظار میرفت خلاف این را احساس کند نمیخواست دلیل این احساس را تجزیه و تحلیل کند و حتی از سرک کشیدن به درون عواطفش اشمعاز شدیدی احساس میکرد چنان احساسی داشت که گویی میخواهد برای از بردن چیزی شتاب کند در روزهای بعد با خبر شدن از سنگینی شواهدی که به زیان میتیا وجود داشت در مورد جرم او جایی هیچ گونه شبهی برایش نماند. شهادت آدم های بی مانند فنیا و مادرش در میانه بود. اما تأثیر آن کمابیش بسیار شدید بود. از پرخوتین و آدم های میخانه و فروشگاه پلاتینکوف و همینطور شهود ماکروی چه بگویم که شهادتشان شبه ناپذیر می نمود. جزئیات بود که آن همه آزاردهنده بود. راز ضربه ها تقریبا به همان اندازه شهادت گریگوری در مورد در باز دادستان و بازپرس را تحت تاثیر قرار داد. زن گریگوری مارتا در پاسخ به پرسش های ایوان فودورویچ اظهار داشت که اسمیل دیاکوف تمام شب را در سوی دیگر دیواره نازک دراز کشیده بود. او سه قدم با تخت خواب ما فاصله نداشت و دیگر اینکه علارغم خوشخوابیش چند بار بیدار شده و صدای ناله او را شنیده بود همش ناله می کرد. پی در پی ناله می کرد. ایوان با هرتسنت سیوب که حرف زد و نظر داد که اسم دیاکوف اصلا دیوانه نیست بلکه تا اندازه ناتوان شده سبب شد که پیرمرد لبخند ظریفی بزند و بپرسد میدانی حالا وقتش را چطور میگذراند با حفظ کردن سیاهی از کلمات فرانسوی زیر بالشش یک کتاب مشق دارد با کلمات فرانسوی که کسی آنها را به حروف روسی برایش نوشته هی hey. ایوان آخر سر تمام تردیدها را کنار گذاشت. به برادرش دیمیتری نمیتوانست بدون احساس انزجار بیندیشد. منتها یک چیز غریب بود. آلیوشا پای می که قاتل دیمیتری نیست بلکه به احتمال بسیار اسم لیاکوف است. ایوان همواره احساس میکرد نظر آلیوشا برایش بسیار مهم است و این بود که حالا از آن در شگفت بود. چیز دیگری که غریب می نمود این بود که آریوشا هیچ گونه کوششی نمی کرد که درباره میتیا با ایوان سخن بگوید و هرگز هم موضوع را پیش نمی کشد و فقط به سوالات او پاسخ می دهد. این هم به خصوص نظر ایوان فعودرویش را جلب کرد. اما ایوان آن وقتها دل مشغولی بسیار شدیدی کاملا جدا از این موضوع داشت. با برگشتن از مسکو اختیار خودش را به دست عشق دیوانوار و سوزانش به کاترینا ایوانا داد. اینجا وقت آن نیست از این عشق تازه ی ایوان فیودورویچ که داغش را بر تمام عمر او گذاشت سخن بگویم این موضوعی است برای حدیثی دیگر رمانی دیگر که شاید هیچگاه ننویسمش اما در اینجا نمیتوانم از ذکر این نکته درگذرم که گفته ی ایوان فیودورویچ به آلیوشا به وقت رفتن از خانه کاترینا ایوانا که مشتاقش نیستم و نقل آن را گفتم دروغ بود دروغ محض کاترینا ایوانا را دیوانه وار دوست می‌داشت هر چند که گاه و بیگاه چنان از او بیزار میشد که اگر دستش میرسید او را می علت های فراوانی دستن در کار بروز این احساس بود. کاترینا ایوانا خورد شده از آن چه بین او و میتیا پیش آمده بود به محض بازگشت ایوان فئودورویچ دوان دوان به استقبال وی به عنوان یگانه مایه نجاتش شتافت. احساساتش جریه دار شده و مورد اهانت و استخفاف قرار گرفته بود. و حالا این مرد به سویش بازگشته بود همون که سابقا عشقی بس سوزان به او داشت آه این را خوب میدانست و دل و عقلش را بسی برتر از دل و عقل خیش میشه مرد اما این دختر پاکدامن به رغم هوا و هوس کاراموزوفی این مرد که سخت مفتونش کرده بود دوستش می داشت. خودش را کاملا در اختیارش قرار نداد در این حال به خاطر پیمان شکنی با میتیا دم به دم از پشیمانی عذاب می کشید و در لحظات ناسازگاری و خشم شدید که فراوان پیش می آمد، از گفتن آن به ایوان پرده پوشی نمی کرد. این بود آنچه ایوان هنگام گفتگو با آلیوشا دروغ روی دروغ نامیده بود و البته بسی جنبه های دروغین در آن بود و همین ایوان فودورویچ را بیش از هر چیز دیگری خشمگیر می کرد. منتها نقل آن بماند برای بعد. ایوان در واقع مدتی وجود اسمردیاکوف را تقریبا از یاد برده بود. منتها دو هفته پس از نخستین ایادت او همان اندیشه های عجیب پیشین به جانش افتاد. همین بس که بگویم دم بدم از خود می پرسید که چرا آن شب آخر در خانه فودور پاولویچ از اتاق بیرون آمده بود مانند دزد روی پله ها رفته و گوش خوابانده بود تا بشنود پدرش آن پایین چه می کند. چرا بعدها با حالت انزجار آن را بیاد می آورد؟ چرا صبح روز بعد به وقت سفر ناگهان آن همه شورید خاطر شده بود؟ چرا با رسیدن به مسکو به خودش گفته بود من بی سر و پایم و حالا تا اندازه در تصور آورد که این اندیشه های عذاب دهنده که باز هم جانش را در سیطره کامل گرفته بودند حتی کاترینا ایوانا را هم از یادش می بردند. درست پس از این بود که آلیوشا را در خیابان دید فوری او را از رفتن باز داشت و پرسشی کرد. یادت می آید دیمیتری بعد از شام مثل عجل که سر رسید و پدر را زد و پس از آن در حیات به تو گفتم که این حق را برای خود قائلم که آرزو کنم. بگو ببینم آن وقت فکر کردی که مرگ پدر را آرزو کردم یا نه؟ آلیوشا به نرمی جواب داد آری چنین فکری کردم. همینطور هم بود. موضوع حدس در کار نبود. اما آن وقت فکر نکردی آنچه آرزو کردم این بود که یک افعی افعی دیگر را بخورد یعنی اینکه دیمیتری پدر را بکشد و هرچه هم زودتر و تازه خود من هم آماده بودم که بانی این کار باشم رنگ از صورت آلیوشا پرید و زبان در کام به چشمهای برادرش نگاه کرد ایوان فریاد زد حرف بزن بیش از هر چیز میخواهم بدانم آن وقت چه فکر کردی حقیقت را میخواهم حقیقت را نفس عمیقی کشید و پیش از اینکه آلیوشا جواب بدهد با خشم نگاهش کرد آلیوشا زمزمه کرد میبخشی آن وقت به این هم فکر کردم و کوچکترین کیفیت مخففه ای هم به گفته نیفسود ایوان درآمد که متشکرم و پس از خداحافظی با آلیوشا به سرعت به راه خود رفت از آن زمان آلیوشا متوجه شد که ایوان ظاهرا در کار دوری جستن از اوست و انگار از او بدش می آید تا بدان حد که آلیوشا دست از دیدنش کشید. بلافاصله پس از این دیدار ایوان فیودورویچ به سوی خانه نرفت بلکه دوباره یک راست به سمت اسمردیاکوف رفت.